ازان خدا آماده هستین من نگاه کردم توی کتاب مقدس در عهد جدید 55 پنج بار این لغت نوشته چرا و جالب بود که رفتم پیگیریش کردم و خیلی چراها از دهن عیسی مسیح گفته شده چرا قد فکر میکنی چی بپوشی چرا نگرانی یعنی چه بخوری چه بنوشی چرا چنین اندیشه پلید به دل خود راه دادی چرا شک میکنی چرا ترسان هستی من نمیدونم چه تصوری یا تصویری از خود بیشتر تصویری از خدا داریم و این خدای ما به وسیله عیسی مسیح که خودش رو ظاهر کرد میگه که چرا شک داری چرا ترسان هستی چرا به من اعتماد نداری چرا به من ایمان نداری چرا اینطور آشفته حال هستی؟ چرا آنچنین مستری بودی؟ چرا شک و تردید به خود راه دادید؟ چرا شک و شعبه به دلهای شما رخنه می کند؟ چرا از خود به انصاف حکم نمی کنی؟ و توی حکایت پادشاه و ده غلام میگه که چرا پول من رو به سرافان ندادی تا چون بازگردم آن رو به سود پس گیرم در اعمال رسولان روح خدا میگه که چرا شیطان در دل تو پر ساخته است تا روح قدس را رو فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگه داری و خود عیسی مسیح میگه در یوحنا و به چرا سخن من رو نمیفهمید برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنی را ندارید خیلی جالب بود زمانی که این چراها رو همینطور نگاه میکردم یه چرایی نیست که پشتش داوری باشه چرا این کار رو نکردی مثل اینکه میاد اینجا میگه چرا؟ بلکه یه چرایی هست که توش درده. یه چرایی هست که مثل اینکه خدا میگه من نمیخوام تو رو داوری کنم. من نمیخوام بلای روی سر تو بیاد. من دوست ندارم من دوست دارم که نجات پیدا کنی من دوست دارم واقعا در سلامتی در همه قسمت ها عالی زندگی کنی در روح نفس بدن حتی از طریق مالی پشتش یک دردی هست چرا این کارو کردی؟ مگه نمیدونی که این قدمی که ورمیداری به ضرر تو تمام خواهد شد و بعضی وقت تو زندگیمون ما فکر میکنم همه ما این تجربه رو داشتیم که یه کاری کردیم و کار اصلا بعضی وقت بیخودی یه کارهایی کردیم یه ضربه بزرگی خوردیم آخر چقدر عصبانی شدیم گفتیم چرا من این کار رو کردم نه؟ تجربه دارین یا نه؟ من میدونم که تو ماشین که نشستیم اجازه نداریم تو موبایل نگاه کنیم من میدونم و دوباره بعضی وقت هی نگاه میکردم هی نگاه میکردم حتی مثلا در چراغ قرمز می بود اوکی مشکلی نبود فقط همینطور رانندگی میکردم بعضی وقتا پی پیغامی آمد نگاه نگاه تا در دو سال پیش بود که همینطور رانن جام چراغ قرمز هم بود همینطور گفتم با شاکل میدونم همینطور نگاه کردم یه دقت کردم نرفتم اونجا بام زدم با یه ماشین دیگه شوکه شده بودم دوباره خرج دوباره دنبال تمام این بیمه همه بلا روی سر من آمد. گفتم چرا آلبرت تو هزار بار میدونی که اجازه نداری چرا این کارو میکنی آخر به ضرر تو تمام شد خیلی چراهایی هست که در زندگی من اتفاق افتاده بعضی وقت زمانی که روبه روی مشکلاتی شدم افرادی آمدن با من رفتار مثلا بعد رفتار کردن ناعدالتی کردن و همینطورم یهو کنترل نداشتم یک کلامی زدم یک کلام بدی بود یا با عصبانی جواب دادم دیدم که اصلا کلا همه چی بد تمام شد بعد از این گفتم آلمت آره، چرا دهنتو نمیبندی این ایسان به من نمیگه این خودم به خودم میگم چرا اینطوری تا کی با تو یا تو با من باید اینطوری رفتار کنی چرا و همینطورم احساس میکنم خدا زمانی که اینجا صحبت میکنه و این چراها رو میگه امیدوار هستم از این به بعد کتاب مقدس رو میکنین این چراها رو نگاه کنین پشتش داوری نیست بلکه رحمت خودشه میگه من نمیخوام تو رو آخر داوری کنم یک روز همه ما باید جلوی داوری خدا بیستیم نمیدونم میدونی یا نه در رومیا نوشته در باب 14 نوشته در قرنتیا نوشته یک روز باید جلوی داوری خدا بیستیم و برای تمام کارهایی که کردیم و حتی عیسی مسیح میگه در هر کلامی که از دهن ما بیرون آمده باید جواب بدیم این عیسی مسیح این حرفا رو نمیزنه که بگه که آخر میخوام تو رو داوری کنم بلکه میخواد بگه که ببین مواظب باش مواظب باش چه حرفی میزنی چرا اون موقع دهن تو نبستی چرا اون موقع فش دادی چرا اونقدر اون موقع شروع کردی به لعنت کردن آخر من دنبال این نیستم که تو رو حلاک کنم من دنبال این نیستم که مجازات یا،, یا داوری روی تو بیارم من میخوام واقعا در سلامتی در همه قسمت ها عالی زندگی کنی روح نفس بعدا در پیروزی من شرکت کنی قدم هایی که برمیداری در این دنیا قدم پیروزی باشه آمین این آرزو خدای ماست عزیزان کتاب مقدس کتابی نیست که فقط شریعت نوشته باشه مثل سرباز اطاعت کنیم خدا رو شکر ما همه هم یاد گرفتیم که از از شریعت واقعا آزاد شدیم روح خدا در ما قرار گرفته ما با روح الان قدم برمیداریم و تمام چیزهایی که ما احتیاج داریم خدا در ما گذاشته ما فقط باید تصمیمایی بگیریم تصمیمایی که طبق احکام خدا انجا نوشته احکام خدا اطاعت کردن در محبت او میمونیم قدرت رو میگیریم هر چیزی که احتیاج است می‌داریم و همینطورم هم ما روز به روز میتونیم در پیروزی شرکت کنیم و دو تا آیه هایی هست که دو هفته پیش اینجا با هم خوندیم که من میگم که یه انجیل کوچیکی از در همون امثال سلیمان با سه آیه پنج و هفت من میخوام دوباره اینجا نگاه کنیم که خدا برحال چه پیشنهادی به ما میکنه پیشنهاد خیلی ساده یه کسی هم نیست احتیاج نداره که بری اینجا الهیت بخونه که این درس رو یاد بگیره من میتونم بگم اگه اینو یاد گرفته باشین اینو زندگی کنین اینجا میگه که به تمام دل خود بر من بر خداوند یعنی بر عیسی مسیح بر من توکل نما الان میتونم بگم الان نمی کنی خدا میگه چرا نمی کنی و بر عقل خود تکیه نکن اونقدر فکر نکن انجیل خودت رو به نساز توی تو فکر تو رو. بلکه روی تکیه نکن روی فکرای تو بگی چه چیزی نوشته شده به این توکل کن در همه راه های خود او رو بشناس و او تغییرات را راست خواهد گردانید اوست که این کار انجام میده تو احتیاج هم نیست با ترس قدم درست درست نیست الان برم نانرم از خداست از خدا نیست برو با اعتماد برو خدا با توست اگه اشتباه هم رفتی خدا درس ها رو یاد میده اگه جای درستی هم رفتی یه چیزایی به دست میاری و خدا رو شک میکنی و در همه راه های خودت که میری او رو خواهی شناخت به شرطی که تو اعتماد داشته باشی به شرطی که با این ارتباط با او هم زندگی کنی در همه راه او را بشناس او تغییرات را راست خواهد گردانید همه چی رو خود آسون خیلی آسون میگم احتیاج نیست علایت بخونی الهیت خوندن خوبه این اینو عمل کنی در پیروزی زندگی میکنی این تاییدیه بود <تص> فقط احتیاج به تعدیدی ندارم، خاموش کنید، <applause> خیال، دا. الان همه دیگه تاییدیا ها، <applause> مرسی، خیلی ممنون، الان دیر شد دیگه، الان همه برگرد دوباره، سو، so, خیال نکن که خیلی عاقل هستی اینا مخصوصا برای کسانی هستن که تحصیل کرده هستن و دیگه یک پوزیشنی به دست آوردن دکتر هستم نمیدونم مهندس هستم این هستم اون هستم نه پیش خداوند اگر مسکین در روح نباشی فراموش کن همه رو خوش به حال مسکینان در روح چون ملکوت خداوند از ایشان است آمین پس هر چه قدم دانشمندم هستی در حضور خداوند هیچ چیزی به این خاطر ما فروتن میشیم این خداون واقعا هر چیزی به دست آوردم این عقل منم این تمام چیزها هست همه چی از توست خودم نشانه اینه که تو ما رو چقدر عالی خلق کردی فقط تو بزرگتر از همه چی هستی با این چیز نمیتونم حیات به دست بیارم بعد بعد از این میگه از خدا بترس و از بدی دور کن اگر چنین کنی مانند داروی شفابخش به تو سلامتی و قوت میبخشد سو so پس زمانی که این چیزها رو میخونیم و زمانی که اطاعت میکنم باور میکنم و اطاعت سربازانه نیست من اطاعت میکنم نه باور میکنم این سادگی در سادگی باور میکنم خدا من تو و به من از طرف روح نفس بدن همه قسمت ها شفا خواهم گرفت در آزادی تو شرکت میکنم و نیت هیچ ترسی در من وجود نداره احتیاج نیست خدا من میگه که چرا میترسی موافق هستین؟ خوندین؟ و ادامهش الان این در, در مورد همون روح بدن روح نفس و بدن های خودمون هم هست الان قسمت بعدیش میاد وارد الان در دنیا دنیای زندگی می کنیم که به حال باید غذایی بخوریم باید به حال چیزایی بخریم خونه احتیاج داریم و کار احتیاج داریم اینجا الان وارد یک بخش دیگه میشه که اونجا این بخش به بخش مهمی هم هست ما در دنیای زندگی میکنیم که به حال خرید و فروش هست ما باید کار کنیم و کلام خدا میگه که برو ای تنبل برو کار کن پولتو بردار و خرج کن و برای این پولام بردار برای چیزایی که واقعا احتیاجی که کمک دارن اونجا استفاده کن آمین این انجیل خداست خداوند را با دارایی خود حرمت دار و از نوبر محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن اگر چنین کنی انبارهایت پر از نعمت و خمر خمره هایت پر از شیره انگور و چرخ چی از شراب تازه لبریز خواهد شد نشانه اینه که اگر چنین کنی اگر واقعا از طریق مالی از این نوبر محصول خودت یا الان در این عتیق عت جدیدی الان در هدیه هایی که میدی ده یک هایی که میدی اگه واقعا این چنین کنی خیلی ساده تمام انبارای تو پر خواهد شد اینجاست که زمانی که ما نمی کنیم عیسی مسیح میگه که چرا نکردی انبارای تو خالیه مشکل خودته فقط اونجا خدا ما رو مسخره نمیکنه بلکه میگه چرا نکردی چرا باور نمی کنی که انبارای تو من میخوام پر کنم اینجا نگفته هیچ چیزی ننوشته که اون موقع باید کارهایی بکنی همه کارها رو انجام بدی بلکه میگه من این کار رو خواهم کرد موجز آزار خدا این کار رو انجام میده باور میکنین اگه باور میکنیم حداقل بگین آمین. آمین. و باورم کنین این آمینی که گفتین الان پشت این آمینم باید بیستین او میخواد انبارای تو رو پر کنه آمین. فقط ما باید قبول کنیم بگیم باشه که خداوند خیلی ساده عیسی هم از این بیخودی نگفته اگه بر نگردیم مثل بچه بشین وارد ملکوت خدا نمیتونیم بشین درسته بچه شدن نه اینطوری که نادان بچه شدن یعنی باور کردن یه پدر یه بچه پدر مادرش خیلی, آس خیلی ساده باور میکنه یه بچه به عقل خودش تکیه نمیکنه چون هنوز عقل رو به دست نآورده کاشکی که ما همه اینطوری بودیم فقط به خدا به ما عقل رو داده که واقعا بتونیم زندگی کنیم با این عقل چون شبیه خدا خر شدیم سو پس این وعده هایی هست که خدا من به ما بخشیده و خدا دوست نداره در این قسمت ها بیاد پیش دو چرا این کار نکردی چرا باور نکردی مگه به تو نگفتم این خدا خدای واقعا اینقدر زنده هست اونقدر زنده هست که احتیاج ندارم ایسا را الان اینجا ببینم که باورش کنم من در روح میدونم و اعتماد صد در صد دارم که این چیزی که گفته خودش پشت کلامشه که انجام بده خودش دوست داره این رحمت ها رو به ما انجام بده خودش دوست داره بعضی از اینجا افراد اینجا نشستن خدا دوست داره از شما تاجرهایی ساخته بشه که میلیون ها به شما ببخشه و این نه این میلیون ها با زور یعنی یه کاری بکنین که خودتون بلکه او انبارهای تو رو پر کنه فقط قبل از اینکه انبار تو پر کنه تو رو باید اول تو رو آزاد کنه از این پول از این وابستگی به پول با عشق به پول و همینطور هم هفته گذشت دو هفته پیش هم همینطور گفتیم چون ما باور نمی و خودش همین در گوش باب چهار که اینجا میگه که قوم من از عدم معرفت حلاک شده بنابراین این قوم قوم من به سبب عدم معرفت اسیر شده و همینطور هم گرسنه و تشنه شدند این چون ما از عدم چیز معرفت هلاک شدیم یعنی واقعا چون باور نمی کنیم، دنبالش نمیریم دنبال فقط زندگی خودمون هستیم و فقط دور خودمون میچرخیم به این خاطر بعضی از اینجا ایماندارهایی هستن که به وسیله خون مسیح بازخرید شدن فرزند خدا شدن فقط مثل یک بگم که گدا گداه گداه, گداه میگن برشکسته یا بیشتر ورشکسته زندگی میکنیم برشکسته نه فقط از طریق پول از طریق روح از طریق آرامش از طریق سلامتی در همه قسمت ها به این خاطر میگه که مشکل خدا نیست اینجا هم خدا میگه که چرا دنبال من نبودین چرا نخواستین آیا یادتون نیست در معتاب و به هفت اینجا به شما گفتم به عزیزان به شما گفتم به طلبید به شما داده میشه خیلی ساده بطلبید به, به شما داده میشه عزیزان بجوید پیدا خواهی کرد عزیزان زمانی که جویدید بکوبید باز خواهم کرد دنبال کلید نباید باشی بکوب به طلب به تو داده خواهم شد به این خاطر یک روز که جلوی داوری خدا خواهیم, خواهیم ایستاد و با تمام بار و گناه ها رو خستگی و شکستگی اینجا واقعا شرمنده خواهیم شد چون گفت خدا خواهد گفت که ببین به تو گفتم به طلب تو اصلا نتلی بیدی جستجو نکردی نکوبیدی چی به تو بدم با زور بیام به تو بدم در متا 6 آیه 19 تا 21 بر زمین نسین تو میتونی بخونی خواهش میکنم بر زمین گنج میاندوزید جایی که بید و زنگ زیان میرساند و دزدان سرقت میکنند بلکه گنج خود را در آسمان بیاندوزید آنجا که بید و زنگ زیان نمیرساند و دوستان سرقت نمی کنند. زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود آمین مرسی خداوند برای واقعا کلام های قشنگ تو خداوند اینم عیسی مسیح از دهن خودش آمده گفته که ببین دنبال این چیزای دنیایی نباشین یک روز لخت لخت از اینجا خواهین رفت هیچ چیزی هم نمیتونی با خودتون ببریم. خیلی هستن که پناهنده هایی که هستن ایر تو ایران زندگی عالی داشتین پول داشتین همه چی رو داشتین همه چی رو از دست دادین آمدین اینجا کسانی هستن که الان تو ایران تو خونه پنج شیش هفت اتاقه هستن آمدن اینجا تو کونکس قرار گرفتن از اونجا هم نمیتونستی دوباره الان فکر کنین الان فکر کنین الان اینطوری این یه چیزای دنیایی یک روز در ملکوت اینطوری میگه که هیچ چیزی نمیتونی با خودتون ببرین و در این دنیا هر چیزی که میخوایم نگه داریم و ما هم همین هنوزم هم میبینیم که ما خیلی چیز هستیم یعنی ما انسان هیچ موقع راضی نمیشه همه چیز باید تازه بشه همه چی باید نو بشه و ماشینی که نگاه میکردیم مثلا پنج سال پیش نباید ماشین نو بشه لباس ها مود, ها. مود. الان موبایل ها موبایلش آیفون 5 شیش، 8 ده الان دائما الان در حال جستجو هستیم بخریم بهترینش رو بخریم بد نیست منظور من این خرید خریده این چیزها نمیخوام محکوم کنم ما این چیزهایی احتیاج داریم من آیپد رو دارم بهترین سرمایه گذاری که کردم این آیپد رو خریدم میتونم بگم اونقدر برای کار خدا به من کمک میکنه این فقط میتونم بگم 99 درصد برای کار خدا استفاده میکنم چیزایی هست که مهم هست که بخریم فقط ما دعای من همینطور این فکر در ماست که لباس تازه فکر تازه مبل تازه همه چی تازه تازه خدا من میگه که ببین این چیزایی هست درسته احتیاجم هست فقط دنبال این چیزایی نباید دل تو نبند با این چیزا به این خاطر میگه که هر جایی که دل توست اونجا گنج توست سوال ما امروز اینجا باید باشه که الان گنج تو چیه گنج تو چیه کجا قلب تو گذاشتی دنبال چه چیزی هستی دنبال اینم خواهی رفت دنبال موفقیت هستی فکر میکنی از اونجا تغذیه میشی و اونجا چیز موفقیت به دست بیاری اون موقع دیده میشی خودت رو نه ما سعی میکنیم برحال با این دریافت کردن تمام این گنج های این دنیا میخوایم خودمون رو بسازیم فقط خداوند میگه که ببین ورشکست خواهی شد آخر مشکل پس میبینی مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ دل ماست این چراهایی که خداوند گفته ربطی به دلمون داره چون از طریق دل تونه که تصمیمای خودت رو میگیرید دل توست که چسبیدی به چیزایی که بر حال از خدا نیست به این خاطر بگه که تمام آسمون و زمین از بین خواهد رفت کلام من تا ابد خواهد ماند آمین در مطاب به 6 آیه 24 هیچ کس دو ارباب را خدمت نمیتواند کرد زیرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت و یا به یکی میچسبد و دیگری را حقیر میشمارد محال است که بتوانی خدا و ممونا را خدمت کنی محال است که هم بنده خدا باشید هم بنده ممون آمین اینجاست که قلب ما قرار میگیره اینجاست که خدا امروز میخواد اول با ما صحبت کنه و همینطورم هم کسانی که واقعا در این قسمت وابسته هستند آزاد کنه اینجا خداوند در مورد دو تا قدرت هایی صحبت میکنه قدرت ممان که قدرت این شیطانه که از این چیز استفاده میکنه که حکومت کنه ما رو تحت تاثیر خودش بیاره و در اون قسمت خداست ما نمیتونیم همینطور کلام خدا رو اینطوری بگم کلام خدا رو اطاعت کنیم بگیم که من میخوام اطاعت کنم همزمان ناعتاعتی کنم و قلب منو به ممان یه به این ثروت با این اه 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 پول اه چی میگن وز کنم غیر ممکنه میگه که محال است این عیسی مسیح میگه میگه محال است یا تو مح... یا تو میگه که محبت اینجا نوشته یا از یکی نفرت داشتن یا از داشتن یا داری به همینطور حقیر میشماری یا محبت یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبت یا به یک من نمیتونم مامون رو دوست داشته باشم و همینطورم بگم عیسی هم دوست دارم غیر ممکنه محاله چون هر دو تاشون مقابل هم هستن و در مورد این مامون میخوایم امروز یکم فکر کنیم و من از خواهرمون ما رو خواهش کردم که هفته گذشته در مورد این قسمت توی جلسه خواهرا تعلیم داده و تعلیمش اونقدر کامل و خوب بود که بهتر نمیتونستم انجام بدم و من میتونم حتی بگم چیزایی بود که منم خودم یاد گرفتم و به این خاطر ما باید از همه چی استفاده کنیم از همه برادرها خواهرها استفاده کنیم مکاشفه که خودشون میگیرن و بعضی وقتا نمیخوام متوجه بشین عزیزان که فکرای دوباره بیشتر از این حد نکنین زمانی که ما اینجا موعظه میکنیم این نیست که من رفتم پیش خداوند خداوند دائما فقط از آسمون باز کرد با آلبرت صحبت کرد نه بعضی چیزا هست از کتاب ها میخونم بعضی چیزا هست که موعظه که میشنوم بعضی چیزایی هستن که به حال از اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته بعضی وقت در ملاقات هایی که با خدا از خدا صحبت میکنه و این چیزهایی است که ما جمع میکنیم و این موعظه رو انجام میدیم امروز مثلا در مورد چرا برا در حضور خداوند بودم کتاب رو خوندم این چرا رو آمد فقط خیلی چیزایی هم هستن که یاد گرفتم از واعظینی دیگه همه واعظین میتونم بگم کسانی که زیر تسلط روح قدوس هستن کلام رو میگن کلام خدا میان هر برکتی که از هر شخصی که گی میگیرین که واقعا از خداست مطمئن باش روح القدس با تو صحبت میکنه احتیاج نیست الان به یک شخص نگاه کنین الان نسرینه یا آلبرت یا هر مریم یا همینطور ماروخه به این خاطر ما خیلی چیزا یاد میگیریم من خوشحال هستم که میرین از جای دیگه هم یاد میگیرین خیلی کلیساهایی هستن که واقعا پیام خیلی عالی دارن و هر کلیسای خواندگی مخصوصی داره یا به این خاطر ما باید هستم دیگه الان کی صحبت کرده چطور صحبت کرده مهم نیست خدا با تو صحبت کرده یا نه اینه باید آخر به اون نتیجه برسی آمین خرمارخ میتونی بیای الان در مورد این ممان برای ما باز کنی قبل از هر چیز تشکر میکنم از کلیسای آلفا و به خصوص کشیشان عزیزم که این اجازه رو دادن و این اعتماد رو به من کردن که بتونم این کلام رو با شما تقسیم کنم. همونطور که پاستور عزیز اشاره کردن کلامی که براتون میارم و برکتی که گرفتم از یکی از واعزین عزیزه و خواستم اونو با شما هم در میون بذارم. خیلی قشنگ اشاره شد به برکت هایی که ما میگیریم در زندگیمون. یکی از یکی از معانی اصلی شالوم برکت هستش و ما وقتی که ایمان میاریم به عیسی مسیح این برکت ها رو میگیریم ولی بعد از یه مدت این برکت ها یا کمرنگ میشن در زندگی ایمانی ما یا از دستشون میدیم به هیچ عنوان نمیتونیم کامل نگهشون داریم برای خودمون سوال اینه که چرا وقتی که خدا برکتی رو میده آیا همون برکت رو میگیره چرا میگیره این خدا نیست که این برکت ها رو از ما میگیره بلکه این ما خودمون هستیم که این برکات رو تقدیم میکنیم دو دستی به نیرویی که در مقابل خدا ایستاده و میخوایم با این نیرو ما آشنا بشیم میدونیم که دنیای ما دنیای سقوط کرده یه که در دست شیطان هستش اگر که خداوند پادشاهی و ملکوت آسمان رو داره در حال حاضر دنیای سقوط کرده ما پادشاهیش در دست شریر هستش و در هر حکومتی وقتی دقت بکنید یک رئیسی اون مملکت رو میگردونه و این رئیس این مملکت یا شاه این مملکت خودش در رأسه و وزرایی داره و کابینه داره که این کابینه کابینه این شاه یا شاه یا سردمدار مملکت دستور میده و اونا انجام میدن یکی از پرقدرت ترین وزرای شیطان به جرأت میتونم بگم روح ممون هستش که این روح ممون رو امروز میخوایم آشنا بشیم که ممون کیست چجوری وارد کار میشه در زندگی ما به خصوص ایمانداران نقشش چیه هدفش چیه و چجوری میتونیم بجنگیم بر علیه او ممون از دو کلمه مم و مون تشکیل شده مم به معنای پادشاهی و مون به معنای گنج و ثروت و وقتی این دوتا با هم میاد به معنای پادشاهی ثروته پادشاهی ثروتی که شیطان در روی زمین داره وقتی که ما از ملکوت خداوند در آسمان صحبت می کنیم دقیقا زمانی که شیطان سقوط کرد یک سوم فرشتگان هم با او سقوط کردند و این یک سوم فرشتگان چون جایی در ملکوت خداوند نداشتن در آسمان مجبور بودن روی زمین دنبال یه قرارگاهی بگردن که در اونجا پایه حکومتیشون رو برقرار کنند. و در اونجا اومدن همکاری کردن با شریر و همکارهای و همه با هم دست به دست دادن تا بتونن انسان رو که هدف اصلی خداوند بود و نشونه خدا بود برای شباهت و همکاری با خداوند بتونن اون نقشه اصلی خداوند رو از بین ببرن و در مقابل خدا بایستن با یعنی کاملا میتونم بگم که نقطه متضاد پادشاهی خدا پادشاهی ممون هستش انقدر قدرت داره این ممون که میتونه راحت میتونیم به جرعت بگیم که تمام قدرت شیطان از این ممون هستش ممون از سمت یکی از خدایان پرقدرت شرق اون موقع بوده که از زمان از قسمت شرق به مرور به سمت اسرائیل هم رسوخ کرد و به عنوان خدایی شناخته شد که این خدا عاشق پرستش بود عاشق این بودش که پرستیده بشه و در این پرستش حتما باید خونی ریخته میشد، قربانی داده میشد تا بتونه گنجهای های نهفته رو به مردمی که اونو میپرستن بده و این همین جور ادامه داشتش تا زمانی که در زمان یهود هم همین کارو میکردن و یکی از مهمترین خدایانشون خدای ممان بوده وقتی که نخستاده یا یکی از بچه رو قربانی میکردن برای این خدای ممون این خدای ممون تضمین میکرد زندگی اونها رو در آینده و زندگی بچه های اونها رو و برای اینکه به این تأمین زندگیشون زندگی, زندگی آیندهشون برسن مجبور بودن که یک نفر رو قربانی کنن و اون یک نفر یا نخستادهشون بود و یا یکی از بچه هاشون بود پس حتما وقتی که نگاه میکنیم به قدرت های حتی در حال حاضر از اون موقع تا الان تمام حکومت ها حتما برای به قدرت رسیدن خونی ریختن تا به گنج و گنج و ثروت ها رسیدن خون ریخته شده به قدرت رسیدن و به ثروت رسیدن حتی در این دوره وقتی که نگاهی میکنیم مافیا مملکت های خودمون که زیر سلطه های قدرت ها قرار گرفتن تمامشون پشتشون با ریخته شدن خون و قدرت گرفتن و همینطور ثروت بوده میتونیم خیلی راحت بگیم اسم اسامی که به شیطان داده شده تمامشون همون اسامی همون خصلت ها هم در بر داشته وقتی که به شیطان اسم اجدها میدن اجدها کارش چیه کارش ویرانگریه پس بی ربط نیستش که به شیطان میگن اجدها وقتی که میگن که مار مار کارش فریبکاریه نیرنگه با زیرکی و هوشیاری میاد در زندگی و ما رو فریب میده و باعث میشه که ما خودمون رو تحت سلطه شیطان قرار بدیم وقتی میگه مرگ اسم اسمی خیلی زیادی داره شیطان وقتی که به عنوان مرگ خوانده میشه مرگ کاملا مشخصه یا میکشه یا روح خودکشی به ما میده و وقتی که میگن ممون اسم دیگر شیطانه یعنی چی؟ یعنی پادشاهیه که ما رو تسخیر خودش میکنه ما رو زیر سلطه خودش میبره و باعث میشه که ما تمام اون نفس و همه چیمو رو بفروشیم در اختیار این ممان بذاریم برای اینکه به اون پولی که به ما وعده داده برسیم در قسمتی لغا لوقا باب 11 راجب به دعای ربانی عیسی مسیح تعلیم خیلی عالی داده وقتی که در قسمت اول ملکوت و پادشاهی خدا رو طلبیده اولین چیزی که بعد از پادشاهی خدا خواسته نان کفاف ما بوده چرا خداوند اینجا گفته نان کفاف به ما بده خداوند چرا میتونسته خیلی راحت بگه که خداوند نان زیاد و افزون به ما بده چرا اشاره کرده به خصوص به نان کفاف برای اینکه به جرأت میتونم بگم زیاده خواهی از هر چیزی در زندگی ما قدرت ممان پشتشه وقتی که ما بیشتر از هر چیز ما دقت بکنیم به ده فرمان در ده فرمان فرمان هایی که به ما داده گفته قتل مکن زنا نکن، دزدی نکن تمام اینها وقتی که به آخرش میریم میبینیم که قدرت ممان پشتشه چون زیاده از خواهی از اون چیزیه که ما در زندگی خودمون داریم پس قدرت ممان رو باید بتونیم درست در زندگی همون تشخیص بدیم و بتونیم درست مبارزه کنیم با این قدرت ممان همیشه قدرت ممان در روبروی پادشاهی خدا حالت جنگ داشته چرا این اسم رو اصلا رو خودش گذاشته پادشاهی گنج پادش، گنج های نهفته چرا یه همچین اسمی روی ممان اومده به خاطر اینکه دقیقا در اشعیا اشاره شده به اونجایی که گفته گنج نهفته نزد یهوه خدای ماست که به کورش وعده داده شده بود دقیقا مقابل این اومده گفته گنج نهفته نزد منه بیاین منو پرستش کنین این گنج نهفته رو به شما میدم زندگیتون رو تأمین میکنم پس باید خیلی حواسمون جمع باشه که ما وقتی که داریم خداوند رو پرستش میکنیم چه خدایی رو پرستش میکنیم آیا همونطور که پاستور اشاره کردن ما نمیتونیم دو تا ارباب رو خدمت بکنیم آیا ما پول در آوردن خداوند هیچ وقت مخالف پول در آوردن ما نیستش ولی آیا ما ارباب این پول هستیم یا غلام این پول هستیم باید تشخیص بتونیم بدیم وقتی که ارباب این پول باشیم زیر پادشاهی خداوند هستیم ولی وقتی که غلام این پول باشیم صد درصد زیر سلطه قدرت ممون هستیم آزمایشات خیلی مختلفی هم شد ایسای مستی به خصوص در بیابان قسمتی که شریر اومد بهش گفتش که پادشاهی خدا از آن توست ای در پادشاهی خدا نون یافت نمیشه پس از این سنگ ها بخوان نون بشن و جای دیگه برگشت گفت تمام قدرت زمین به من داده شده بیا منو پرستش کن و من تمام این گنج ها رو به تو میدم ولی عیسی مسیح میدونست که چجوری قدرت ممان پشت این پیشنهادات هست و میدونست چجوری به جنگ اینها بره آیا ما هم در زمانی که در این آزمایش ها قرار میگیریم به قدرت ممان بله میگیم یا اینکه به پادشاهی خداوند ما از زمینه هایی اومدیم از که تقریبا به جرأت میتونم بگم 80 درصد ما مسلمانزاده بودیم از کشور مذهبی اومدیم و خیلی آشنایی داریم با امامزاده‌ها، ها با زیارتگاه ها با تمام این اعمال مذهبی. فکر می کنم به خوبی یادتون باشه که وقتی تو امامزاده‌ها ها میرفتیم چقدر پول توی این امامزاده ها می و چقدر طلا و تمام اجناس قیمتی توی این امامزاده ها یافت میشد. الان ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح. وقتی که اسم پول میاد، وقتی مبحث ده یک میاد من خودم شخصا تنم یهو میلرزه. پاها میلرزه. وقتی میخوام پول برای خدای خودم که ایمان دارم خدایی که حیات جاودان به من میده. ولی به اون موقع برای اون امامزاده ها برای خواسته های خودم برای تمام چیزهایی که منو به راحتی زیاد میرسونه راحت پول خرج میکنم به محض اینکه اسم خدا میاد دست من عقب میره چرا باید اینطور باشه وقتی که این حالت هستم صد در صد زیر سلطه ممون هستم و تک تک ما باید با خودمون فکر کنیم ببینیم که ما چه خدایی رو داریم بندگی... اطاعت میکنیم خدای ممان رو یا اینکه خدای یهوه رو ریشه ممان یک کلمه آرامی هستش که خود آرامی ها میگن که به معنای آمین هست آمین به معنای تایید ما هم در کلمه ابری و یهودی کلمه آمین را داریم به عنوان تایید وقتی که آمینی که در کلمه عبری و یهودی میگیم از ریشه امنه امنیت و آرامی ما میادش. الان سوال اینجاست وقتی که ما آمین میگیم این آمین پشتش چه قدرتی هستش؟ قدرت روح ممون هست یا اینکه قدرت امنیت و آرامی خداوند؟ حواسمون باشه در جاهایی که آمین میگیم پشت این آمین های ما واقعا چه چیزی هستش؟ خیلی خوبه که هوشیار باشیم. و قدرت ممان یکی از خصیصه هاش خصوصیت های خیلی واضحش اینه که خیلی به آرامی وارد میشه دقت کرده باشید فیلم های ترسناکی که ما میبینیم تمام اشخاصی که اسیر دیوزدگی جنزدگی یا ارواح شریر میشن خیلی حرکات غیر عادی انجام میدن کف از دهنشون میاد داد میزنن صداهای عجیب و غریب یا حرکات ناجور ولی دیو ممان این خصوصیات رو نداره و برای همین خیلی خطرناکه دیو ممان خیلی به آرامی میاد وارد به خصوص ایمانداران میشه عزیزان تا زمانی که ما به خداوندمون لبیک نگفتیم دیو ممان با ما هیچ کاری نداره چون ما در ملکوت و پادشاهی ممان هستیم داریم زندگی میکنیم و اونجایی که ما به خداوند لبیک لب میگیم و پادشاهی و ملکوت خداوند رو اعلان میکنیم روی زمین اونجاست که به جنگ تن به در برابر ممون میریم و اونجاست که آزمایشات ما تازه شروع میشه فکر نکنیم که وقتی که داریم ده یک میدیم یا هدایا میدیم وارد برکات الهی میشیم بله برکات خداوند هست همیشه همونطور که پاستور اشاره کردم بکوبید به, به شما داده میشه بجویید میابید ولی این برکات رو ما چجوری نگه میداریم؟ این برکات رو اون موقع میتونیم نگه داریم که با هوشیاری به جنگ مامون بریم وقتی که وسوسه میخوایم بشیم چراهایی که در کلیسا میاد چرا ده یک بدم ده یک من کجا میره به کجا خرج میشه برای چی داره خرج میشه به جرعت میتونم بگم به من مربوط نیست که ده یکی که من برای خدا برای ملکوت خدا میدم کجا خرج میشه من وظیفم هست به عنوان یک مسیحی که سهم خدا رو کامل و درست به خداوند بدم در جایی که هفته پیش کشیش نسرین عزیز اشاره کردن که سهم خدا رو خیلی پاک و خالص به خداوند بدید برای چی اشاره کردن به این موضوع؟ خیلی راحت میتونم به جرعت بگم در قسمتی که شالوم از خدمت خودش از مقام خودش عزل شد از طرف خداوند خداوند وقتی که شالوم داشت به جنگ امالیقی ها میرفت ببخشید وقتی که شاول داشت به جنگ امالیقی ها میرفت خداوند به او گفت در این جنگ پیروز خواهی شد هیچ چیزی از این شهر نیار با خودت همه چیز رو بسوزون از بین ببر هیچ چیزی نیار ولی شاول چیکار کرد وقتی به ریشه امالیقی ها نگاه میکنیم، کنیم امالیقی ها بود پرست بودند و یکی از بود های به نامشون ممون بود که بیشتر ثروت و داراییشون رو به پای این بت می ریخنن. پس خداوند می دونه چه روحی در اونجا هست برای همین به شاول گفت هیچ چیزی از اونجا نیار ولی شاول چی کار کرد؟ شاول از همون روح ممون برداشت قربانی برای خداوند آورد و اونجا بود که خداوند گفت قربانی پاک به جای که برای من بیاری بی بیاری و مقدس بیاری قربانی ناپاک برای من آوردی پس حواسمون باشه قربانی های خودمون هدایای خودمون وقتی به خداوند میخوایم تقدیم کنیم خداوند از ما قربانی ها و هدایای پاک و بی و از راه درست به دست آمده میخواد نه هدایای زخمی و مریض و قسمت دیگه ای که خوب اشاره کنم به اون در باب 15 لوقا اشاره کرده به سه گم شده دقت کردید وقتی که یک مملکتی حکومتش عوض میشه بلا فاصله وقتی که این حکومت عوض میشه پول اون کشور عوض میشه عکسی که روی پول یا سکه اون کشور میاد عکس اون سردمدار حکومت جدیده حالا اگر شاه عکس شاه اگر که جمهوری عکس همون جمهوری خواهای معروف و بلا فاصله این پول و سکه عکس اون سردمدار اون مملکت میاد روش در لوقا باب 15 از سکه های گم شده صحبت شده و خداوند فرموده شما هم سکه های گم شده بودید که الان تک تک ما رو خداوند پیدا کرده سوال اینجاست روی قلب ما عکس چه کسی هست آیا عکس خدای یهوه روی سکه قلب ماست یا عکس دیو ممون از طرف کدومشون ما داریم هدایت میشیم خوبه که این رو تشخیص بدیم ممکنه سوال پیش بیاد که خب ما که گنجی نداریم ما ثروتی نداریم عزیزان به خوبی میتونم به جرأت به شما بگم ثروت پری دست نیست سیری دله یک شخص میتونه خیلی پولدار باشه ولی انقدر تما و حریص باشه که هیچ پولی نتونه خرج بکنه حتی برای ملکوت خداوند حتی برای خودش راحتی خودش ولی یک شخص میتونه هیچ چیزی نداشته باشه ولی از اون سیری دلش شنیدید که میگن طرف چشم و دل سیره از سیری دلش حتی حاضر خودش رو تقدیم خدای خودش بکنه پس ثروت ما پری دستمون نیست بلکه سیری دل ماست چجوری ما میتونیم به قدرت ممان رو شکست بدیم در زندگی هامون خیلی واضحه با بخشش بخششی که از ده یک هامون هست از هدایامون هست از چیزهایی که در راه ملکوت خدا استفاده میکنیم برای اینکه نام او جلال داده شده در نهایت و دیگری اطاعت از کلام خداست. اطاعت از کلام خدا از اعتماد ما و از ایمان ما سرچشمه میگیره. وقتی اینها رو ما رعایت کنیم مطمئن باشید که دیو ممون و ممون در زندگی هر ایمانداری شکست خواهد خورد و آمین که قدرت یهوه و ملکوت و پادشاهی خداوند هر روز پرقدرتتر در روی زمین مثل آسمان برقرار برکت خداوند با شما باشه خیلی ممنون اگه یادتون باشه خود عیسی مسیح زمانی که جلوی هیکل ایستاده بود یک زن زن آمد اونجا یه سکه انداخت روی صندوق و خیلی جالبه که هر چیزی که تو کتاب مقدس نوشته بیخودی نیست هر آیه که نوشته کلام خداست و از خدا نوشته شده یعنی خدا میخواست این کلام نوشته بشه عیسی مسیح از دور نگاه کرد چون خداست و میبینه که این بیوزن یک سکی گذاشته توی این صندوق گفته که به شاگردانش گفته ببین این زنی که نگاه میکنی این زیادترین بزرگترین هدیه رو داده به هیکل چون از،, از, کمبودیش تمام دارایی زندگیش بود که گفته که افرادی که می آمدن هزارا پول می گفتن اینا از پوری می, می دن. و خدا اینجا نج... میخواد یه چیزی نشون بده که یک بیوهزن که شوهری هم نداره هیچ کسی هم نداره که در امانت او بتونه در امانت زندگی کنه چه خدا چطور میگه که ببین چقدر به من اعتماد داشت که تمام دارایی خودش رو گذاشت اونجا و تکیه میگه با انگشت نشون میده این و خیلی هستن که به هر از پوری خودشون میدن و همینطور هم فخر میکنن چقدر من پول میدم به این خاطر خدا که نگاه میکنه به قلبای ما چقدر ما واقعا وابسته هستیم در این قسمت چقدر خدا میخواد امروز تو رو آزاد کنه از این رو به میخوام درست متوجه بشیم ما در مورد پول فقط صحبت نمی کنیم خدا نمیخواد فقط در مورد پول بگه که پول به من بدین خدا میخواد چون ممون روح است روح شریره و این شروع شری روی تو حکومت میکنه و تو هم اطلاع نداری و فکر میکنی چون در این دنیا زندگی میکنی و این با این روش های این دنیا زندگی میکنی فکر میکنی همه چی نرماله خدا میخواد تو رو از تمام این وابستگی ها از تمام این روح ممون آزاد کنه که واقعا تو زیر تسلط خدا بیفتی و اون موقع هست که خدا انبارهای خودش رو باز میکنه امنیت خودش رو به تو خواهد داد خیلی هستن که تو این کلیسا رفتن سیاه کار کردن دهه رو ندادن و همینطور هم برها گفتن که ما هم, ما ما هم همینطور این چراها رو داریم چرا من باید بدم؟ چرا باید خدا رو پیروی کنم چرا باید عیسی مسیح چرا باید این چی رو چی ترک کنم متاسفانه ما هم این چراها رو داریم و این چراهاست که ما رو به ورشکستگی میرسونه و خدا زمانی که این کلام رو که امروز هم صحبت میکنه مطمئن هستم چون این سه هفته است که خدا در مورد پول صحبت میکنه و خیلی هستن که گوشاشو میبندن نمیخوان این خودتون نیست این دل خودت این روح ممان تو رو کر میکنه که هیچ موقع نشنوه چون پول دوست هستی و خدا میخواد تو رو آزاد کنه که از انبارا که انبارای تو رو پر کنه به وسیله وعده های خودش یه کسی بود اینجا گفت آمین به این خاطر عیسی مسیح بی خودی نمیگه چرا سخن من رو نمیفهمید برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخن رو ندارین و خیلی هستن که این مشکل رو دارن اگر واقعا زمانی که در مورد پول صحبت ما در مورد ده صحبت میکنیم یه جور دلت میگیره پس ما خدا رو شک خدا نیستیم ما هم محکوم کننده نیستیم ما فقط در راه حقیقت موعظه میکنیم چون بهترینش رو برای شما میخواهیم چون خدا بهترینش رو برای تو میخواد فقط زمانی که این دردهایی هایی که به وجود میاد من پول ندارم آخه تو نمیدونی نمیدونم بل... چیزای بهانه های خیلی زیادی میاری من منم میتونم منم راستش بگم منم میتونم اونقدر بهانه بیارم که اصلا شاید ده یک شاید پنج یک بدم دو یک بدم نه من به خاطر ده یک رو فقط با اطاعت باید به خداوند بدم نیست نمیدم بلکه میگم که چه فیضی من دریافت کردم خدا رو مجان نجات داده من حیات جاودانی رو دارم من یک روز با عیسی مسیح رو تخت خواهم نشست سلطنت خواهم کرد این ممان جلوی منو گرفته و رو مه کرده و به این خاطر رو باید بشکنم و شکستن هم اینطور که خواهرمون گفت که <applause> فقط زمانی که ضد <applause> عقل خودت انجام میدی ضد این زمانی که میگی که خدا من, من الان مثال میگم 300 اورو دارم 400 اورو دارم <applause> فکر نمی کنی خدا میدونه تو 400 اورو داری تو تو چیز تو هایم تو وان زندگی میکنی فکر نمیکنی اگه خدا به این بیوزن میگه که نگاه کن فکر نمیکنیم الان تو رو میبینه تو کنک زندگی میکنی ماهیانه 300 اورو 400 اورو میگیری <تصفح> بعد از این میگی آخه خدا ببین خرج اول دوم سوم چهارم پنجم و بعد از این بهانه ها می خدا میگه که من میبینم فد وعده من به تو دادم با اما با چیز با دارایی خودت خدا رو حرمت کن و من انبار تو رو پر میکنم و زمانی که به عقل خودت تکیه میکنی چطور چطور میتونه خدا کمک کنه به تو چه خدا معجزه آزار این کار رو انجام میده تو خرج میکنی خرج میکنی آخر میبینی که ای هنوزم پول دارم مثل اینکه فرشته خدا میاد یه 20 اورو میذاره اونجا تو خرج میکنی فراموش کردی خدا دوباره میاد اینجا می آخر میبینی که ای من دارم از یه جای دیگه یهودی یه, یه دری باز میشه یهو یه کسی میاد به تو پیشنهاد میکنه ببینید ما اونجا یه کاری هست میتونی اینجا کار کنی, ساعتی 15 اورو و یهو میبینی بعد از یه مدت شیش ماه چون اعتماد کردی خدا درها رو باز میکنه اون موقع فقط میتونی بگی واقعا خدای ما خدای زنده هست و اینطوری خدا میخواد رحم کنه به ما به تو به این خاطر میگه که عزیزه چرا باور نمی کنی من دوستت دارم چرا باور نمی کنی که من پدر تو هستم من میدونم چه چیزی تو احتیاج داری در متا باب 6 ه... آیه بعد از این که در مورد ممان صحبت میکنه باب 6 آیه 25 چی میگه علی رضا پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشیدین کی میگه این پدر آسمونی تو به تو میگه نگران نباش این قدرت این روی مما رو بشکن بیا این طرف پدر تو میدونه چه چیزی احتیاج داری و نگران نه نگران بدن خود که چه بپوشی آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشیدن مهمتر نیست؟ مهم اینه که صبح که بیدار میشم در آرامش بیدار بشم ماشین ندارم به من چه آرامش رو دارم زندگی من در آرامش خداست در امنیت خداست این مهمتر برای منه از اینکه بخوابی با یک ماشین دو تا ماشین تلویزیون گنده نمیدونم اه چه ثروتی در در خونه بعد از این فکر میکنی مبادا کسی بیاد بدزده مبادا این باشه مبادا اون باشه در در حال فقط سردرگمی هستی برای من راستش بگم بهتره بخوابم بیدار بشم یه چیزی مبلای من الان این زمانی که ازدواج کردیم مبلی دارم 20 سال بود دیگه پوسیده شده بود نداشتیم آرامش خدا در خانه ما بود زمانش رسید پول پولدار یعنی پولدار نشدیم فقط پول برای یا واش پولی جمع کردیم بعد از این میتونستیم یک چیزی بخریم یهو دیدیم که چیزای دیگه هم هدیه گرفتیم چیزای کمک شده یعنی خدا این کارا رو انجام میده و بعد از این بیست از 25 بعد از این میریم تا 31 تا 33 پس نگران نباشید و نگویید که چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم زیرا اقوام دور از خدا بخون تو اشتباه میخونم پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند اما پدر آسمانی شما میداند که به دین همه نیاز دارید این خیلی قشنگه که میگه بابا میدونه چه چیزی احتیاج داری آیا پدران اینجا که بچه داره هستیم ما مادران نگاه میکنه به بچه که کفش سوراخ شده چی میکنی؟ میگه نه همینطور میمونه دیگه در فکری این هستی میدونی که بچه من احتیاج داره درستی یا نه اگه میگه پدر اگه عیسی مسیح ادامه میده که شما شریر هستین این کارو میکنین چقدر پدر آسمونی شما در فکرش ماست؟ ای کم ایمانان چرا باور نمیکنی منو این وعده هایی هست که خداوند اینجا گذاشته فقط اینجا در آیه 33 هم میگه که ملکوت من و پادشاه منو بلکه نخست بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد پس نگران فردا ما باشید زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت مشکلات امروز برای امروز کافی است آمین در پی پادشاهی خدا و انجام اراده یعنی اراده او باشین منظور اینه که خودت رو، قلب خودت رو، گنج خودت خدا باشه با او به چسبید میگه که این ترجمه فکر میکنم تفسیریه فقط ترجمه اصلی میگه که و همه اینها نیست مزی مزید خواهد مزید. یعنی زیادتر از این که تو فکر میکنی به تو داده خواهد شد پس قلب تو با ببری از ممان و میگی که نه من پولم رو خواهم داد خیت به تو یا چی میگم فارسی میگم <تصفح> <تصفح> فوتینا چی؟ فوتینا <تصفح> کیتش کن بگو نه تطف تطف برود تطف بگو توف میش هر چیزایی میگم شاید اشتباه کنم نا گونا گور چی میگن نه نمیگم نمیگم نه خارج میشید به حال دهنشو ببند زمانی که میگی که من پول ندارم من 300 یورو دارم 400 یورو دارم در موردشم صحبت میکنم ده یک از... از کجاست یا فقط من تصمیم میگیرم اون خدایی که منو نجات داده پولشو بدم و مرسی جلال بر نام تو اینو با تمام دلم این کارو انجام میدم الان تو توف <تصفح> <تصفح> و میای این طرف و زمانی که دل تو با عیسی مسیح میبندی و میگه که اون موقع هست که هر چیزی که احت... احتیاج به بیشتر از این که احتیاج داری به تو خواهم داد این من پدر آسمونی شما هستم نیازهای شما رو میدونم من میدونم خونه احتیاج داری پاس احتیاج داری زن احتیاج داری شوهر احتیاج داری بچه احتیاج داری لوازم خونه احتیاج داری همه چی رو میدونم باورم کنیم که در فکر تو هستم آمین امروز روزی از عزیزان واقعا به شما میگم باید این روی ممان رو این روح ممان رو بشکنیم در این کلیسا ما باید نابودش کنیم تو بیس بگی خدا هر چقدر شاید 20 یورو داری خدا به من چه خدا این دهی که خودم رو به تو خواهم داد خداوند تصمیم میگیرم از ماه آینده شاید ماه میتونی الان دیگه در دست خودتونه از, از اون محتی که شروع میکنم عقل من تکه نمی کنم بلکه اطاعت می کنم خداوند از تو اطاعت میکنم چون من حیات جاودانی رو داری گناه های من رو بخشیده شده شکرت می کنم جلال رو به تو میدم اولین پولی که میگیری افتخار کن دو هفته پیش موعظه کردم گفتم ده یک پول میدی پول از تو کم نمیشه بلکه انبار پر میشه یادتون است به این خاطر با این بده با ایمان میگه اعتماد به تو دارم پدر جان الان به من میدی چقدر میدی چطور میدی به من چه حق توست اون موقع همینطور که در چیز گفته در ملاکی گفته که منو امتحان کنیم و اونجا خواهیم دید آمین فقط کوتاه بگم چون خیلی سوال هایی شده تو این کلیسا ده یک از کجا بدم چطور بدم از بروتو بدم از نتو بدم من از کلیسای دیگه هم همینطورم هم پرسیدم گفتم خودشون هم چطور چیز میکنن معمولا نرمال ورداریم از طریق کلام خدا ورداریم زمانی که چیز از, از ابراهیم شروع شد دیگه این یک و خداوند اینجا میبینی که زمانی که ابراهیم از این پیروزی آمد از هر چیزی که داشت رفت دهیگشو داد بدون شریعت فقط احترام گذاشت به خداوند زو و از زمانی که کلام خدا از تمام مسئول خودت رو وردار و ده یک رو بده زمانی که کشاورز ورمی داشت تمام مسئولات و تمام گندم و همه چی رو جمع می کرد تو انبار از این شروع می کرد اولین چیزی که بود ناقص میگن از این چیز خالص ناقص خالص ور می داشت ده رو به خدا منتقل می کرد بعد از این خرچ های خودش رو میداد اگه نرمال وردارین زمانی که میرین اونجا توی شرکتی الان برای کسانی هستن که کار میکنن شرکتی که اونجا صحبت میکنه اونجا نمیپرسین که چقدر نتو میگیرم اونجا معمولا نورمال میگین که بروتو چقدره بعد از این میگن که 2000 یورو که به تو بروتو میدیم یعنی این محصول تو اینقدر به تو میاد سو so از این 2000 یورو که برمیدارین این چیزی هست که خدا به تو بخشیده سو so الان نورمال میگه که زو از تمام مسئول خودت وردار بدهی معمولا نرمال ورداری دیگه ده درصد از این دویست دو هزار اورو بگیم که میره پیش خداوند بعد از این خرجای خودت رو میدی که خرج خودت یه قسمتی هست که بیمه هست این بیمه هم حال برای امنیت توست دیگه درسته یا نه؟ این پول توست الان اگه مثال میگم تو چیز باشی مستقل باشی این بیمه رو خودت باید پول پرداخت کنی هیچ کسی پرداخت نمیکنه مستقل هستی دیگه زمانی که ماشین فروش هستم و همینطورم آخر ماه می بینیم که من 5000 رو مثال میگم یا 2000 رو سود داشتم از این سود باید بردارم میگه بیمه رو بدم شتایه رو بدم هر چیزای خرج خودم رو بدم یا بیمه رو سو مالیات رو بدم سو زمانی که این الان 2000 رو داره اون موقع خودش رو برمی ده یکش رو از این شروع میده به خداوند میگه که احترام میذارم خداوند این دو هزار اورو به من بخشیدی و همینطور هم الان توی یک شرکتیم که زندگی قرارداد قرار داد رو بستی سو بعد از این تمام خرچ ها الان میره مثال میگم از این دو هزار اورو مثل دویست اورو رو میدی و دیگه بقیهش رو دیگه میمونه می هر چقدر تقریبا 1500 اورو بگیم که به دست بیاری نتو یعنی این چیزی که به دست میاره فقط از اونجا دیگه 200 یورو رفته معمولا که برمیدارین دیگه اون موقع 1300 یورو در دستتون درسته یا نه فهمیدین سو از بروتو دادیم و با این چیز خدا را احترام میذاریم با شادی با آرامش و میگه خداوند حق توست این تعلیم که از عت عط عتیق ورداشته شده و میگه تمام مسئول از تمام مسئولین پول تو بده سو الان یه قسمتی هست که افرادی کلیساهای دیگه هم هستن که میگن که نه ما اینطوری چیز کردیم که از نتو بدیم به دلیل, دل 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 دلیل های مختلف الان نمیخوام برم بگم که به چه دلیلی هست که این کار رو انجام میدن مثلا همین تو 2000 رو میگیری 500 رو میره تمام مالیات و تمام بیمه 1500 رو برای تو میگیره میگه از این 1500 رو ده یک رو میدی این میشه اورو سو در این قسمت من فکر می کنم من عنوان شبان به حال حقیقت رو به شما باید بگم و چون ده یک دادنم اجباری یعنی یه چیزی است که باید بدین فقط ما کنترل نمی کنیم این دیگه به دست شما می میگیم که خودتون فکر کنید دعا کنید این, این, این نجات شما که به دست آوردین ارزش چقدره ارزش تو چقدره برو توه خدا از بروتو خودش به تو داده یا از نتو خودش به تو داده خدا میگه که اونقدر خدا دوست داشته که یگان پسرش رو داد هر چیزی که دا بود داد که ما نجات پیدا کنیم اینجا که به دست شما میذاریم از بروتو بدین یا از نتو بدین اینجا دیگه خودتون دعا کنین روح خدا در شماست ما چیز نمی کنیم فشار روی شما نمیاریم من خودم با نسرین تصمیم گرفتیم از بروتو میدیم چون این فیزی که به ما بخشیده شده و هر روز در امنیتی او زندگی میکنیم این محافظتی که خداوند به ما در او زندگی میکنیم به ما میبخشه این سلامتی همه چی فقط میگیم مدیون تو هستیم به این خاطر با تمام دل همه چی رو هم حساب میکنیم و همینطور هم دهک رو از بروتو ما میدیم و هیچ چیزی هم کم نه و خداوند واقعا به ما برکت داده کسانی که پناهنده هستند در این قسمت با نسرین هم اینجا در موردش هم فکر کردیم صحبت کردیم ما دوستم نداریم شما تو فشارم هم بیافتیم فقط اینطوری به اون نتیجه رسیدیم گفتم کسانی که پناه پناهنده هستن همون توی کنکس زندگی میکنن 300 اورو 350 اورو میگیرن و سوسیال آمته که تقریبا 400 اورو هم برای خونه هم میده گفتیم باشه هر چیزی که به دستتون رسیده 380 اورو پس 38 اورو 450 اورو پس پس 45 زمانی که توی کنکس هستی و زمانی که منتقل میشید توی یک خونه بعد اینجا خونه رو به دست خونه رو چیز میکنین اون موقع هست که یکم فرق میکنه اونجا که بتونین همینطور چیز این پول رو که به دست بیاریم بضافه اون خونه کرایه خونی هم که برال برش ما داده میشه اینو که حساب میکنین طبق این ده یک رو میتونین به کلیسا بدین و میگم که یه چیزی هست که ما هم به اون نتیجه رسیدیم این نمیخوام بگم یه چیزی نیست که توی کتاب مقدس الان اینطوری نوشته برای پناهندگاه پناهنده ها این یه چیزی هست که احساس میکنیم روح خدا ما رو هدایت کرده که اینطوری به شما تعلیم بدیم و میتونین همینطور هم این تعلیم رو میتونین هر کسی هنوز متوجه نشده به ایشان منتقل کنین ما نمیخوایم یه کسی تو فشار بیفته و فقط اگر سوال های چیزایی هست تو هفته میتونین همینطور با ما, ما تماس بگیریم میتونیم اینجا در موردش صحبت کنیم این برحال برای ده یک بود و چیزایی که مربوط به هدیه هست دیگه در دست شماست چقدر هدیه بدین الان روزای یک شنبه یا هدیه برای کشور برای خانواده شما یا هر کسی که نیاز به کمک داره اون موقع در دست شماست هر چقدر ده اوی رو میدین پنج اوی رو هست. یا هیچ چیزی نمیدین اینجی چیز اجباری نیست فقط الان میخوایم وقت رو بذاریم الان برای دعا کردن خوب میشه چشمان رو ببندیم فقط میخوام این دو تا قدرت رو دو تا این پادشاه ها رو جلوی چشمتون بیارین پادشاه ثروت که اسمش ممانه روح ثروت که اسمش ممانه و روح خدا روح قدس که اون اون طرفه زندگی توست زیر کدوم حکومت تو میخوایی زندگی کنی کی رو میخوایی تو روی تو تسلط داشته باشه اگه هنوز ده یک ندادی هنوز برای تو آشکار نشده و الان امروز خدا با قلب تو صحبت کرده و زندگی خودت رو نگاه میکنین حتی از طریق روح نفس بدن تو زمانی که پول هنوز پرداخت نکردی شاید یک بار دو بار مرتب امین نبودی زندگی تو رو نگاه کن کجا هستی چه چیزی به دست آوردی شاید جیبات شاید پر از پول باشه شاید ماشینم در دست تو هم باشه آیا نگاه کن تو قلبت آیا این آرامش این شلوم در تو هست فکرات تو رو تو سردرگمی هدایت نمی کنن؟ آیا صبح که بیدار میشی واقعا با آرامش بیدار میشی؟ یک آشفتگی آشفت قرار گرفتی شاید هم افرادی هستن که در یک میدن فقط در یک کامل نیمیدن فقط همه چی رو همه خرجاش رو میدن آخر مثل آلمانی میگن کلاینگلت اون چیزی که باقی مونده به خدا میدن و اینجا که واقعا خدا میخواد بگه که آیا ارزش من برای تو اینه این پدر آسمونیت به تو میگه آیا پسرم رو فرستادم و این درد و رنج رو برای تو کشیده تو رو خرید کرده آیا واقعا ارزشش اینه که پول باغ مندی ها به من بدی من تو رو محکوم نمی کنم. من تو رو داوری نمی کنم بعد امروزم میتونم بگم چرا به من اعتماد نمی کنی من پدرت هستم آیا تو کلام نخوندی که حتی این پرنده هایی که هستن من هستم که بیشان غذا میدم آیا نخوندی که تو خیلی با ارزش تر هستی آیا نمیدونی که تو شبیه من خلق شدی آیا با تمام این نگرانه ای که خودت داری به نانیشه که کردی زندگی تو بهتر شده دخترم پسرم من بهترینشو برای تو میخوام دنبال پول تو نیستم دنبال قلب تو هستم چون میخوام به فراوان به فراوان به تو نه از طریق روح نه از طریق سلامتی بلکه از طریق مالی هم کمک کنم آیا طرف من هستی یا طرفدار ممان آیا منو دوست داری یا ممان رو دوست داری امروز با قلب تو صحبت کردم و دستم بازه برای تو که همه چی رو بازسازی کنم امروز روز توست که این روح ممان رو که روی زندگی توست بشکنی با تصمیم خودت با توبه و بازگشت و به تو میگم فرزندم این روح ممان و قدرتش عظیمه افرادی هستن که خودش رو سپردن به او و آخر نابود شدن قدرت در زبان توست. که با تمام قلبت اعتراف کنی و بیا جلو. توبه کنی. بازگشت کنی یعنی بگی خداوند با این آمدن جلو با این اعتراف کردن توبه کردن و بازگشت کردن میخوام این قدرت ممون رو در زندگی خودم، خانواده بشکنم. تصمیم میگیرم با قدرت روی القدس تو از امروز به بعد پولی که مال توست متحیل به توست به تو ببخشم همه میخوام دعوت کنم هم که همه در دعا هستیم چشمانو بسته هست اگر خدا من با قلب تو صحبت کرده بتونی بیا جلو مطمئن باش. عزیزان زمانی که میان جلو توبه میکنین بازگشت میکنین و از زیر روی ممومون شی میشی میان زیر دست زیبای خداوند خداوند به تو قدرت رو خواهد داد آرامش رو خواهد داد و ترسا و نگرانی تو رو برخواهد داشت الان دعوت میکنم هم اینطور که خواهرمون آذر سرود رو میخونه دعوت میکنم اگه خدا با تو صحبت کرد بیا جلو یک نفرم باشه دو نفرم باشه خدا دنبالش ماست خواهش میکنم برای همه در دعا باشین خواهش میکنم خودتون دعا کنین الان اگر ده یک درست دادین اگر همه چی اوکیه فقط الان شفاعت کنین دعا کنین برای کلیسار برای نزیزانی که اینجا هستن دعا کنی برای خودتون برای خانواده خودتون میشنه از هر درد و مرسی که تو اینجا نیست و تو از قلبای ما اطلاع داری چشمای تو شلوی آتش خداوند همه چی برای تو باز خداوند تو از قلب همه ما اطلاع داری مرسی خداوند میتونیم توی تو توقع و دعا میکنیم خداوند این عزیزانی که آمدن جلو خداوند الان روی تو بیاد خداوند جایی که توبه است خداوند بخشش تو رو اعلام میکنم رو ایشان خداوند خداوند همین قدرت رو خداوند ایشان ببخشی خداوند در نام توی مسیح هم امروز خداوند دعا میکنیم کلیسا آلفا میگوی جلو تو بلند میکنیم ایسای مسیح کلیسایی که به اسم تو خانده شده خداوند خداوند ما میخوایم بگیم ما میایم نمیخوایم این ممون رو اجازه بدیم روی کلیسای آلفا گان کمک کنیم که خداوند میخوایم به تو بگیم عیسی مسیح ما آمدیم زیر یا حمایت تو خداوند متحل به تو هستیم میسه جان و خداوند میخوایم بگیم که گنج ما تو هستی گنج ما تو هستی به این خاطر قلبمون خداوند چسبیدیم به تو خداوند این احساس دارم که همه با هم بیستیم با هم با هم بیستیم و شروع کن به دعا کردن که این روح ممان از این کلیسا از این قدرت ممان این روح ممان از این کلیسا شکست بخوره صدا تو بلند کن الان الان زمانی هست که باید این روح ممان رو از این کلیسا دور کنیم در نام عیسی مسیح باطل میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند قلب ما میگیم که خداوند یا گنج ما در توست خداوند به این خاطر قلب ما در اینجاست خداوند باطل میکنیم این روی ممان این ممانی که خداوند فکرای ما رو ذهن ما رو ذهن فرزندات تو رو فرو گرفته در نام عیسی مسیح باطل میکنیم باطل میکنیم از این کلیسا دور میکنیم و اجازه نمیدیم اینجا حکومت کنیم اجازه نمیدیم در نام عیسی مسیح اینجا حکومت کنیم پادشاهی عیسی مسیح رو اینجا اعلام میکنیم و پادشاهی عیسی و عدالتش رو ما دنبالش هستیم چون تو خدای حی خدای حقیقی هستی خداوند حاللویا خداوند مرسی عیسی مسیح و دعا میکنیم خداوند روح القدس الان بیای خداوند بیای خداوند اعضای بدنای تو رو خداوند خداوند الان لبریز کن خداوند خداوند دست رحمت تو بیاد خداوند روی ترس خداوند روی کلیسای تو بیاد خداوند روی ترس خداوند روی کلیسای تو بیاد روی تمام فکرها هر گره هایی هست که در این قلبا در این فکرها بسته شدن باطل می کنیم در نام عیسی مسیح باطل می کنیم در نام عیسی مسیح هر نوع بیمانی بی هر نوع شک در نام عیسی مسیح باطل می کنیم حلیل تو بیا ملزم کن خداوند بیا ملزم کن خداوند برایم ملزم کن خداوند او ربدا با شیدی سستوری ارنده ملزم کن خداوند ملزم کن خداوند و فیض تو بیاد خداوند فیض تو احاطه کنه خداوند خداوند دعا میکنم یک اطمینان مخصوصی تو قلبشون بگذاری که بدونم پدر آسمونی من میدونه من به چه چیزی احتیاج دارم من نگران نخواهم بود من نگران نخواهم بود هاللویا و من دیشه نخواهم کرد در نام عیسی مسیح اعلام اعلام میکنیم خداوند روی این کلیسا خداوند مرسی که در امنیت تو هستیم مرسی پدر جان شکرت میکنیم خداوند جلال رو خداوند به تو گیم خداوند مرسی خداوند برای باران رحمت تو که روی این کلیسا خواهی ریخت و ریختی و یا خواهی ریخت خداوند جلال رو به تو میدیم خداوند هاللویا خداوند در نام عیسی مسیح دعا میکنیم آمین و آمین